مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما هستند. جناب مهدوی آزاد متشکرم از حضورتون در برنامه. اظهارات مطرح شده توسط علی خامنه‌ای رو شما چطور ارزیابی کردید و دیدید؟ از شما بشنویم لطفاً. بله، من فکر می‌کنم یکی از معروف‌ترین، یکی از درخشان‌ترین حرف‌های آقای خامنه‌ای شما می‌تونید 14 خرداد 1395 پیدا کنید، اونجا که میگه بعضیا به من میگن فلانی تو توهم توطئه داری، بعد میگه اینا که میگن توهم توطئه، این خودش توطئه است. می‌دونید ذهن پیچیده به شدت سطحی اما پیچیده و تو در توی مالی خولیایی اینطوری بعضی وقتا می‌تونه تمدن‌ها رو به نابودی بکشونه. فقط در ایران رخ نداده، جای دیگه هم چنین چیزی رو ما دیدیم. مجموعه بازی ذهنی، بازی امنیتی حکومت رو شما میتونید تو این بازی‌ها ببینید. مثلا امروز آقای خامنه‌ای میگه معلومات اطلاعاتی ما نشون میده که آمریکا یه گروهی درست کرده به نام گروه بحران. خب شما اگر نگاه بکنید مسیری که اتفاق میفته این هستش که بلافاصله بعد از اعتراض علی، هر اعتراضی علی خامنه‌ای میاد یه روز دو روز سه روز بعدش یه سری موازه میگیره، یه صرف کلی اینا دشمنن، اینا سرویس‌های اطلاعاتی ان، کشور خرپول منطقه ان، اسرائیل آمریکاست. دو سه هفته، بعضی وقتا دو ماه سه ماه بعدش وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یه بیانیه میدن، همون چیزی که خامنه‌ای روز اول گفته رو همونا رو در قالب معلومات اطلاعاتی یا کشفیاتشون توضیح میدن، دقیقاً همون با همون ادبیات. و بعد دو ماه سه ماه بعد، دو سال بعدش دوباره علی خامنه‌ای میاد اون بیانیه رو به عنوان کشفیات سطح بالای حکومتی میگه و به عنوان مستند خودش در مورد چیزی که همون روز اول گفته بود. مثلا توی سخنرانی میگه ما تو غربی‌ها به این نتیجه رسیدن، آمریکا به این نتیجه که در ایران ما چند نقطه بحران داریم. ببینید سال هاست، بیش از 10 سال خود من دارم تو این رسانه‌های تلویزیونی میگم. من به شما قول میدم اگر شما برید اونجا بگید آقا مدارک چیه، احتمالاً یه بولتن میذاره جلوی شما میگه فلان روزنامه‌نگار فلان روز تو اینترنشنال گفت، فلانی اون روز تو بی بی سی گفت، این شده معلومات اطلاعاتی آقایان. خب مرغ پخته هم میدونه الان 20 سال اساتید دانشگاه، 20 سال اساتید دانشگاه چهره‌های خوشنام داره، چه فروپاشی اجتماعی دارن حرف میزنن، 20 سال راجع به گسل‌های اجتماعی که با حکومت چالش بزرگی برای حکومت درست خواهد کرد، با این لجبازی حکومت ایران رو هم دچار مشکل خواهد کرد. 20 سال دارن راجعش حرف میزنن. معروف ترینش، مهم ترینش گسل نسلیه بین نسل جوان و این روحانیون 100 ساله و 90 ساله که اینجا آقای خامنه‌ای سانسور کرد. و بعد بنمایه حرفاش هم نگاه بکنید، مجموعه از اراجیف، مجموعه از حرفای ضد و نقض یا سفسطه هاست، مقلته هاست. مثلا میگه در ایران ما یه چیز چالشی داریم به نام اختلافات قومی. درسته ما داریم، ولی کی داره اینو دامن میزنه؟ شما کی دیدید که مثلا یک شهروند بلوچ، یک شهروند عرب، نمیدونم یک شهروند کرد، یک شهروند ترک مثلا یه تعداد فارس رو گرفته باشن تو خیابون دستمن بهش زده باشن؟ اینو حکومت داره به این چالش دامن میزنه، حکومت داره واسه جلب محبوبیت بیشتر بین اینا بازی میکنه، سرکوب میکنه. یا میگه تفاوت‌های مذهبی، شما کی دیدید یک شهروند یهودی، یک شهروند مسیحی، یک شهروند اهل تسنن، یک شهروند زرتشتی یا یک شهروند بهائی مثلا با یک شهروند شیعه در خیابون چاقو کشیده باشم؟ این حکومته که داره، حکومت هست که داره به این تفاوت مذهبی به قول خودش دامن میزنه، اهل تسنن رو سرکوب میکنه، مسیحیان رو بازداشت میکنه، یهودیان رو آواره میکنه، بهائیان رو میگه عامل دشمنن. این حکومت دراویش مظلوم، دراویش که در واقع تا حد زیادی شیعه هم، یعنی مثل شیعیان هستن، حتی اونا هم داره نابود میکنه، بعد میگه دشمن داره به تفاوت مذهبی دامن میزنه. بحران دراویش در ایران دشمن درست کرد یا جمهوری اسلامی؟ الان مشکلاتی که با اهل تسنن هست دشمن هست، جمهوری اسلامی نمیذاره مسجد بسازن؟ و بعد نهایتا مهمتر چیزی که میگه جنسیت مسئله زن در ایران چه مشکل یا بحران زنی وجود داره؟ این حکومته که زنها رو سرکوب میکنه. اگر حکومت زنها رو سرکوب نکنه، تو خیابون تحقیرشون نکنه، پدیده پلید و زشت و متعفن به گشت ارشاد نباشه، زنها بدبخت رو جلوی شوهرانشون، جلوی پسر مردانشون، جلوی برادرانشون با وسیله زندگیری، زبان هم لازم زندگیری حیوانات بگیره نگیره، مگه بحران وجود داره؟ همه الان در سطح جامعه شما نگاه کنید، حتی اقشار مذهبی با اقشاری که روسریشون رو برداشتن مشکلی ندارن، تو خانواده‌هاشون دارن زندگی میکنن. عوامل حکومت، تک و توک عوامل حکومت و سیاست‌های کلی حکومت. برای من اینطوری جمع‌بندی می‌کنم، یک ذهن مالی خولیایی توهم زده که همه چیز رو بر اساس توطئه می‌بینه، ادعاهای خودش رو سعی می‌کنه معلومات اطلاعاتی توضیح بده و نهایتاً خطاهای استراتژیک حکومت، اشتباهات استراتژیک حکومت رو سعی می‌کنه توطئه‌ها یا برنامه‌های پیچیده دشمن معرفی بکنه. متشکرم از شما. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن.